بهروز موسوی امین نامی ساشنا برای آن کسانی که تاکنون به نوعی در ارتباط با دانشکده‌های هنر بودند. چشمان مهربان و موهای سفید یک دستش را همگی به یاد دارند. در سال 1320 در ارومیه متولد شد و در تبریز زندگی کرد. 18 ساله بود که از شهرش به قصد تحصیل عزم سفر کرد. به اتریش رفت و در دانشگاه اتریش زیر نظر پروفسور رادسولیک سرگرم تحصیل شد. پروفسور رادسولیک او را بسیار با استعداد یافت و به شاگردی پذیرفت. اما هنوز یک سال از سفرش به اتریش نگذشته بود که برنده جایزه اول طراحی وین شد و این اولین پله ترقی او بود. برای همین از طرف سفارتخانه به وی بورسیه تحصیلی دادند. دو سال بعد برنده جایزه کمپانی بی آی آلمان شد. همان سال جایزه اول دکوراسیون مدرن کمپانی بایر آلمان را برد. این خبر را روزنامه‌های ایران آن زمان تحت عنوان پیروزی‌های شگفت‌انگیز جوان ایرانی در قلب اروپا ارائه دادند. در سال 1346 کمپانی بایر وین به او تقدیرنامه می‌دهد. سه سال می گذرد و دولت صنعتی شده ژاپن مسابقه جهانی ترتیب می دهد و طرح جوان ایرانی در بین 2400 طرح مقام ششم را کسب می کند. همینک در اتریش بین پرچم‌های گوناگونی که از ژاپن صنعتی شده دهه 60 میلادی به یادگار مانده، طرح جوان آن روز ایرانی بر پرچم ششم خود نمایی می کند. موسوی امین در سال 1349 توانست جایزه سومین کنگره جهانی شیمی چاپ را به خود اختصاص دهد. در سال 1350 درسش به اتمام رسید و قصد بازگشت به کشورش را داشت که جایزه فدرال علوم و تحقیقات اتریش را برد و با درجه ممتاز هنری وین عازم ایران شد. موسوی امین آرزو داشت در کشورش چاپ سیلک را که هیچ کس از آن چیزی نمی‌دانست معرفی کند. و حالا این امکان برایش به وجود آمده بود. بدین ترتیب وی پایه‌گذار چاپ سیلک در دانشکده‌های هنری ایران شد و همزمان تدریس طراحی و رنگ و چاپ را بر عهده داشت و جام مسابقات فوتبال تخت جمشید را طراحی نمود که سالها در دستان ورزشکاران قهرمان آن دوره خود نمایی می‌کرد. از آثار موسوی امین می‌توان به تابلوی شهر آفتاب که در موزه هابوکینوی ژاپن نگهداری می‌شود اشاره کرد. اثر تابلوی شب در موزه هنرهای معاصر، اثر درخت زندگی در موزه فرهنگسرای نیاوران و آخرین اثر او که در شهرداری تهران نگهداری می شود. او بسیار منظم و با دقت بود. در اغلب آثارش از تکنیک مشکل ترام نقطه استفاده می کرد. نقوش برجسته مهرهای قدیمی ایران از نمادهایی است که بسیار به کار می گرفت و شیرین و دلپذیر از آنها استفاده می کرد. همچنین گل و رنگ در آثار وی بسیار خود نمایی می کند. موسوی امین در همه این سالها عاشقانه کار کرد. بیش از 25 مقاله به زبانهای فارسی و انگلیسی از خود به جا گذاشت و بیشتر از 40 نمایشگاه در وین، پاریس، مونیخ، شیکاگو، تهران، اصفهان و تبریز برپا نمود. هنرمند خلاق و پرتوان و سرشار از انرژی، سالیان دراز با تلاش خستگی ناپذیر در جهت رشد و سازندگی فرهنگ و هنر کشورش گام برداشت و به حق موجب افتخار هموطنانش و استاد رادسولیک شد. همان که بعد از سالها در نامه‌ای برایش نوشت، هنوز همان پرچم که برای ژاپن طراحی کردی بر فراز آسمان است و بازیچه باد. احساس کردم آنطور که باید در آن روز از تو تقدیر نکردم، پس دوباره به تو تبریک میگویم و به خود که شاگردی چون تو داشتم. آری، ما هم به خود تبریک میگوییم که هموطنی چون موسوی امین داشتیم. امروز بر ماست که به طور شایسته از او یاد و قدردانی کنیم. او که همه عمر برای کشورش تلاش میکرد، بار دیگر به قصد سفر پرواز کرد. پرواز به دیاری که بارها آن را در تابلوهایش نقاشی کرده بود. پرواز به بهشت. او اینک در قطعه هنرمندان ایران در کنار هنرمندان و نام‌آورانی چون نادر ابراهیمی و فریدون مشیری که همواره اشعارش الهام بخش آثار بهروز موسوی امین بود آرمیده است.